چند هفته قبل به مناسبت سالگرد استقرار جمهوری اسلامی معروض داشتم. نیاز نیست تاریخ را صفحه به صفحه ورق بزنیم تا بدانیم از کجا به کجا رسیده ایم و حاصل 40 سال حاکمیت نظام مبعوث انقلاب چه بوده است. نگاهی به کارنامه دولت‌هایی که در این مدت روی کار آمدند و سرگذشت و سرنوشت دولت مردانی که چندگاهی بر مسند حکومت نشستند و سپس رانده شدند برای نتیجه گیری کافی است. Mesdames et messieurs, vous êtes présents au crématorium du Père-Lachaise pour rendre un hommage à monsieur Romain Arhan. Vous êtes sa famille, ses amis, toutes celles et ceux qui l'ont apprécié. Également aussi une pensée pour les personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui mais qui sont avec vous par la pensée. Vous êtes celles et ceux qui l'ont accompagné sa vie durant. Fait qu'il est important aujourd'hui d'accompagner Ramad pour vous souvenir de ce que vous avez vécu et composé ensemble. Dans cette cérémonie, certaines personnes ont souhaité lui rendre hommage par des textes qui vont susciter et remémorer des souvenirs. Également si vous allez visualiser différentes vidéos de Ramad. Et je laisse la parole à la personne qui va inviter les prises de parole. Bon, je vous ai amené chez moi de la Méan, qui sont en parole la Nazdikane Ariahar. Où que vous dites, alors nous, tarif, ça fait de ça fait, voilà, les amis, et vous, je vous gâche de l'échange. À ce moment, il y a un milieu پیش از این که صحبتمون شروع کنم از تسلیت بگم به خانواده دوست و برادر عزیزم احمد احرار، همه دوستانش و همه دوستدارانش. واقعا جاش خالیه و جاش برای همیشه خالی. حالا این مثل مقدمه که بگذاریم احرار به عنوان شخصیت مطبوعاتی اکسنوی برمیسی ایرانیم که واقعا جاش همیشه محبوس خواهد بود در تاریخ مطبوعاتی ایران، سه مشخصه جالب داشت که سعی میکنم به سرعت براتون تعریف کنم. در بردن یه روزنامه یا مجله مثل یک ارکستری هست که درش خبرنگاران نقش نوازندگان معمولی رو دارن که دیگه اونها رو تو ارکستر وجود میشن، بعد سولیست ها یا خط نوازا هستن کار خود کنم بینه، بعد رهبر ارکستر. در روزنامه و مجله هم همین خبرنگاران نوازندگان هستن، خط نوازا سطوح نویسا هستن، سرباز نویسا هستن و سرگردان هم که رهبر نویسا. در طول زندگی مطبوعاتی من فقط دو نفر بودم که سه کار رو خوب انجام دادن و یکیشون احمد احرار. ببینیم از خیلی جوانی شهر از اصلاحی بود و خبرنگاری رو شروع کرد، سالها خبرنگار بود، اول در روزنامه شاهد قرار بود، اوبزرور میان به سرعت مرحبی تونست با شرکای مدرسه دوران خودش در دوران بسیار طوفانی از تاریخ ایران آشنا بشه و دوران کارهای خبریزی کرد در اشما شد. بعد از اون شد سردبیر مجله اصلاحات جوانان و در اونجا هم بنشید، بعد از اون شد سرمال نویس و سطور نویس روزنامه اطلاعاتی که در زمان روزنامه ایران بودشتی. این در هر سه کار واقعا احرار محقب و بودن شد و از اینجا که همیشه نوابق یه چیزی اضافی هم دارم،
برای یه چیز اضافه هم در فرمان که نویسندم بود به رومان نویسم بود، داستان کوتاه می‌نوشت و از قضای روزگار آخرین داستان کوتاهی که نوشته پیش من هست شخصی دومش این بود که در ایران از اول که روزنامه‌نگاری به وجود اومد کسانی که می‌رفتن توی روزنامه‌نگاری غالباً با دو هدف می‌رفتن، یکی اینکه به وارد سیاست بشن، وزیر بشن، وکیل بشن و اگه فهرست رجال اون دوران نگاه بکنیم عجیبه که تعداد روزنامه‌نگاران در مجلس، در هیئت وزرا، در بین سفرا، رؤسای شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها خیلی زیاد، یعنی نردبان ترقی بودش. یا می‌رفتن برای تبلیغ یک ایدئولوژی که در اون زمان هم البته ایدئولوژی مسلط بوده، ایدئولوژی چپ نگاه که کمونیست وطن شده، یک سوسیالیسم عوضی فهمیده شده از یک طرف، از اون دارن ایدئولوژی دستراسی یک ناسیونالیسم وطن فهمیده شده و باز وقت نگاه میکنن به روزنامه‌نگاران دست بیشتر تقسیم میشه بین این دو گروه، فقط یکی دو تا از این جریان باز بیرون هیچ وقت ایدئولوژی زده ندارد. به دست دو عقص و عقص گرزیم زورت روزنامه‌نگار مثل ناظرش که رو پرده قلمکار ایران میدید یک واسه این کنار بیرون هنگوشت هلیو گفتی هم گرفتی برای که مثلا پرده قلمکار به هم رو فرد میکنن هم رستن برای هشبوت رو میکشه مرسی میکشه این درون که رسی رو بزنید دوباره درون نمیشه این رو بیاد با انسانیت، با حقیقت و همیتلا این نوشتن با گزارش رو اقرار هیچ وقت در این حال مرخلاف بسیاری از روزنامه‌نگاران همگره خودش دنبال پرسه سیاسی هم ندارم و در این باری که دیدمش چلکنانی نخواست وزیر شده یکی از دیستان من تا بهش پیشنهاد کرده بود که بیا در کاری من شرکت کن و جواب اقرار بود که وزرا و نخواست وزیر هم میان بودم روزنامه‌نگاران با سپاس از آقای خواجی از شاعر آقای محمد جلالی سر تقاضا میکنیم که ایشون هم باشه. زن سلام و تسلیت به همیدان به ویژه به خانده برمی دوست عزیز دونمتان. من اینجا هستم که مقدر دوست نازنین مشترک من که حدود نزدیک به هر سال برنامه گذری به نظری رو در پاریس ضبط میکردیم بخونم، چون ایشون متاسفانه به علت بیماری نتونستم اینجا حضور داشته باشم. آقای پیدلی ملاحقی این متن رو فرستادن که من اینجا براتون بخونم. از اینکه نتوانستم به سبب بیماری در این مراسم بدرود با آقای احمد احرار حضور داشته باشم بسیار متاسفم و پوزش میکنم. در گذشت این روزنامه نگار سیاسی برجسته و ارجمند را به همه همکارانش جامعه شناسان ایرانی و به طور کلی ایرانی تسلیت می‌کنم. من با آقای احمد احرار نخستین بار در آغاز ماه فوریه سال 2015 دیدار داشتم. تا آن زمان ایشان را چندان نمی‌شناختم چون از محیط روزنامه نگاری در ایران به دور بودم. چگونگی دیدار با ایشان به پیشگامی دوست گرامی آقای محمد رضا شاهی بود که رشته برنامه‌های هفتگی گذری و نظری را برای تلویزیون ایران فردا فراهم می‌آورد. این برنامه هفتگی دارای چهار گفتار گوناگون بود: زنده‌یاد آقای دکتر سیروس آموزگار،
آدم‌ها این آدم‌ها را پرده می‌کرد. آقای احمد احرار تفسیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران را بر عهده داشت. آقای محمد جلالی بخش ادبی و شعری آن را پذیرفته بود و من هم رشته گفتارهایم را زیر عنوان زبان اندیشه دانش عرضه کردم. چیزی که از همان برخورد آغازین در مورد آقای احرار جلب نظرم کرد، متانت، کم‌سخنی، خوش‌رویی و خوش‌پوشی است. پس از این جلسه نخست برای آشنایی بیشتر با ایشان به جستجو پرداختم و پی بردم که با شخصیت کم همانندی روبرویم، با یکی از چهره‌های مهم تاریخ روزنامه‌نگاری ایران که به ویژه یکی از آگاه‌ترین روزنامه‌نگاران ایرانی در حوزه تاریخ سیاسی معاصر و همچنین تاریخ مطبوعات ایران است. بسیاری روزنامه‌نگاران نسل‌های پس از او خود را وامدار راهنمایی‌های خیرخواهانه و کمک‌های او می‌دانند. در مورد جایگاه روزنامه‌نگاری برجسته او تاکید بیشتر نمی‌کنم، چون مطمئناً سخنرانان دیگر جنبه‌های گوناگون آن را مدارایی کردند. آقای احرار نزدیک به 60 سال در مطبوعات درون بیرون ایران کار کرد. فزون بر این، روزنامه‌نگاری تأثیر سیاسی اجتماعی او در دوره پژوهش تاریخ و نیز داستان‌نویسی یک دست توانایی داشت و چندین اثر از خود به جا گذاشته است. در فاصله ضبط برنامه‌ها بسیار پیش می‌آمد که ما 5 نفر به عنوان تنفس در باره چیزهای گوناگون حرف می‌زدیم. آقای آموزگار با طبع بزرگون خود گاهی با آقای احرار شوخی می‌کرد و سر به سر او می‌گذاشت. ایشان لبخند می‌زد ولی دنباله حرف‌های آقای آموزگار را نمی‌گرفت، به اصطلاح وارد بازی او نمی‌شد. یک بار یکی از دوستان اگه پرسید که چرا ازدواج نکرده است، پاسخ داد که بسیار زود در زندگی مسئولیت خانواده و خواهرانش را بر عهده گرفته است، چون پدر خانواده را بسیار زود هنگام از دست داده بوده است. جلسه های هفتگی ما برای ضبط گذر نظری از سال 2015 تا سپتامبر 2021 به مدت 6 سال ادامه یافتند. همگیری بیماری باعث توقف این دیدارها شد. آقای شهید هر هفته با ایشان در تماس بود و به منزل ایشان می‌رفت. چند بار تلفنی با هم صحبت کردیم و جوای حال یکدیگر شدیم. همیشه همان بزرگمنشی خود را داشت. خبر درگذشت آقای احمد احرار برایم بسیار تأسف‌انگیز بود. در مدت 6 سالی که با ایشان معاشرت داشتم، او را انسانی بزرگوار و درستکار و پایبند به اصول انسانی یافتم. لحظه‌ای نبود که به ایران و آینده ایران نیندیشد. یک بار دیگر فقدان این مرد بزرگ را به همه ایرانیان تسلیت می‌کنم. بعد از این پیام‌گذاری نوشته دوست عزیز دانشمندمون آقای حیدری ملایمی، یادداشت خودم رو خدمتتون عرض می‌کنم. نیک‌اندیشی، آینه کرداری و شیوا سخنی رفت، قلمداری رفت، نامش به جریده زمان پاینده است، هرچند از این دایره احراری رفت. سخن گفتن به وقت وداع عزیزان کاری دشوار است و البته دشوارتر می شود هنگامی که این عزیز یا دوست یا همسخن از دهه ها پیش تا اکنون از نامداران قلم و فرهنگ بوده و از بزرگان روزنامه‌نگاری ایران در دوران ما محسوب می شده و از آموزگاران برجسته بسیاری از اهل قلم و نویسندگان مطبوعات بوده است و به واسطه نقش والا و ارجمندی که از وی بازمانده است، رخت بربستنش از جهان زندگان و از میان دوستداران با دریغ فراوانتری همراه است، چرا که به محض عبور ناگزیر از این گذرگاه جای خالیش اقامتگاه دریغ و حسرتی التیام ناپذیر و اندوهبار می شود. درباره آن بخش از زندگی پربار مطبوعاتی و فرهنگی و اجتماعی او بسیاری از همکاران و یاران قدیمیش سخن گفتند و میگویند، هرچند کارنامه 65 سالی تلاش های این مرد ادب و فرهنگ آنچنان برای جامعه ایران ارجمند و شناخته شده است که نیازی به یادآوری و تکرار ندارد. با نام و جایگاه او در مطبوعات ایران از دوران دانشجویی
یعنی حدود 45 سال پیش آشنا بودم و از شیوه نگارش و لطف بیان و نثر روان و پرمغز او که همواره سرشار از ضرب المثل ها و اصطلاحات و حکایت های بجا و نمکین بود مثل بسیاری از هم نسلانم برخوردار شد و برها برده بودم. از این رو نام احرار همواره برای من برانگیزاننده احترامی بوده است که ریشه در اعتبار سخن و لطف بیان و نصف شیوای روزنامه‌نگاری ایشان داشته است. بارها او را همراه با چند تن از همکاران روزنامه‌نگارشان از جمله آقای دکتر آموزگار که این روزها نخستین سال در گذشته اوست در دفتر ماهنامه روزگار نو که با پشتکار بی‌نظیر آقای اسماعیل کوربالی در پاریس منتشر می‌شد دیده بودم و لبخند همیشگی و کمحرفی و متانت وی در خاطرم مانده بود، اما متاسفانه برای من فرصت همسخن چندانی باره دست نداده بود. تا اینکه برای نخستین بار که صدای ایشان را از پشت تلفن شنیدم و آن هنگامی بود که خبر خودکشی شاعر و مترجم و استاد ادبیات تطبیقی آقای دکتر حسن هنرمندی در پاریس منتشر شده بود و اکنون آقای احرار برای دریافت اطلاعاتی از جزئیات ماجرا و نیز برای تدوین مطلبی جهت انتشار در نشریه کیهان چاپ لندن که به سردبیری او منتشر می شد به پیشنهاد برخی دوستان با من که سابقه دوستی و همنشینی با دکتر هنرمندی را داشتم تماس گرفته بود. اینجا بود که صدای گرم مرد بسیار متواضع با لحنی مهربان صمیمی را می شنیدم که آشکارا از خبر خودکشی این شاعر گوشه‌گیر و ناماشنای مقیم پاریس اندوهگین و متأثر بود. این نخستین گفتگوی من با ایشان بود که آغاز آشنایی بهتری شد و ارادت دور و درازم را به این مرد برجسته و نامی مطبوعات ایران افزون‌تر ساخت. اما بخت برخورداری از دانش و آگاهی او در زمینه تاریخ و رویدادهای سیاسی ایران هنگامی روی داد که ضبط برنامه هفتگی گذری نظری با پیشنهاد و کوشش دوست مشترک ما آقای شاهی آغاز شد. این برنامه فرصتی بود تا نزدیک 7 سال من و دوست عزیز دانشمندم اخترفیزیکدان و زبانشناس محمد حیدری ملایری با آقای احرار و زندیات دکتر سیروس آموزگار که نازنین مرد دیگری از عالم روزنامه‌نگاری و قلم سیاست بود هم سخن و همراه باشم و از آنان بیاموزم. همواره یاد و خاطره لحن گرم و آرام و فروتنی آرامش ذاتی او را که خود تاریخ مجسم روزنامه‌نگاری و بقای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دوران ما بود در خاطر نگاه خواهم داشت. متاسفم که مرگ این دو بزرگوار ایام وصل را پریشان ساخت و انکار تکرار چنان روزهایی را به عدم منقول کرد. اکنون که جای خالی احمد احرار در دل و جان همه دوستان و عزیزان و همکارانش دریغ و اندوه عمیق برانگیخته، جز احساس همدلی و عرض تسلیت خود به آنان و به همکاران مطبوعاتی و به جامعه فرهنگ ایران سخن دیگری ندارم که برای راه او کنم. تنها در اینجا کلام سعدی که زیستن به کنانی را ستوده است به رسم بیروت تکرار می کنم، زیرا که دوست عزیز همه ما آقای احرار انسانی به غایت شریف و ایران دوست و از هر لحاظ نمونه کامل نیکان و نیکنامان روزگار بود. دولت جاوی یا هر که به کنام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را، وصف تو را گرد کنند و نکنند اهل فضل، حاجت مشاط نیست روی دلاغان را. سپاس بزنم. سپاس از آقای محمد جلالی. چند کلیپ داریم که برای شما پخش میکنیم. کلیپی داریم از آقای عباس پهلوان، آقای نوری‌زاده و هادی خرسند. زنده یاد احمد احرار یکی از زبده‌ترین و بهترین نویسندگان و روزنامه‌نگاران معاصر بود
که واقعا نوشته های او خواندنی، دوست داشتنی و عبرت گرفتنی بود. وقتی من با او آشنا شدم جوانی بودم که در کار مطبوعات اومده بودم و می دیدم که یک جوانی هم تقریبا هم قد من و به جوانی من در نماینده روزنامه اطلاعات در مجلس و سوگوری روزنامه نگارانه که با اون زمان می شناختیم و دور هم جمع می شدیم و او نسلی بسیار خوش با استفاده از ضرب المثل ها و اشعار فارسی داشت و به خوبی از آن بهره می جست. مدت ها خبرنگار پارلمانی روزنامه اطلاعات بود در مجلس و یک به اصطلاح تحولی در خبرهای مجلس به وجود آورده بود و بعد سردبیر یکی از روزنامه‌های سیاسی روز شد و بعد سردبیر مجله جوانان اطلاعات شد. روز اولین کسایی بود که کتاب نوشت گویا درباره میرزا کوچک‌خان بود الان یادم نیست و در حال سبک او به نام خود او در روزنامه‌نگاری و نویسندگی مشهوره. در کوچه باغ واژه آزادی احرار سرفرازترین بود. آرام بر صفحه قلم در می‌زد. آنگاه شیرینی و درایت و حکمت مانند صبحه بر نخ ذوقش ردیف می‌شد و عصر وقتی که روزنامه رها می‌شد بر پیشخوان شهر، احرار اولین بود و سرمقاله‌اش زیباترین در شامگاه ایران. گفتند اسما تنزل من از سما، نامش ولی زمینی بود. در کوچه های تهران، شهری که عاشقانه صدایش می زد در روزهای قربت تبعیدی. بدرود احرار، در سوگ تو در روزنامه های وطن از واژگان تو زیباترین ترانه ایران را می خوانند. در سالن قدیمی با سرمقالت تصویر جاودانه آزادی را بر سینه شکسته تحریریه تصویر می کنند. احرار رفته است. اشاره کردم اینجا که اسامی می گویند از آسمان نازل می شه. اما برای استاد من اسمش زمینی زمینی بود، اسمش لمس آزادی بود، تصویر آزادی بود و خودش چنین بود. وقتی من به روزنامه رفتم و با لطف زنده‌یاد صالحیار و زنده‌یاد علی باستانی خیلی زود دبیر سیاسی روزنامه شدم، احرار یکی از حامیان من بود. در برابر اون افرادی که به هر حال در روزنامه بر نمیتافتن، یه پسر 25-6 ساله که تازه از انگلیس برگشته بیاد بشه دبیر سیاسی. از احمد رضا احمدی عزیز من باید یاد بکنم. اینا همه نقطه هایی هستن روشن در مطبوعات ایران. یه روز صبح رفتم روزنامه. معمولا 6 صبح من در روزنامه بودم. روی میزم یه بسته دیدم و یه کاغذ. کاغذ رو باز کردم. نوشته بود علی رضای عزیز، مقاله‌ای که دیشب نوشته بودی آنقدر به دل من نشست که دریغم آمد. این به دل نشستن رو سپاس نگویم. قلمی برایت فرستادم که آرزو میکنم همیشه این قلم پربار باشد چون این کاره.
جعبه را گشودم، یک قلم پارکر بسیار زیبا بود و شگفتا. دو سه ماه بعد در بحبوحه روزهای انقلاب، تازه زندیات دکتر بختیار آمده بود و مطبوعات جانی گرفته، در واقع آزادترین دوره خود رو تجربه میکرد. روزی استاد احرار ساعت 10 صبح زنگ زد، گفت برای نهار کی میری؟ گفتم وقتی دیگه تیتر اول اینا بسته میشه. گفت خب جیپ اطلاعات میارته، یه جا با هم نهار بخور. جیپ اطلاعات اومد، سوار شدم و رفتیم به جایی که باور نداشتم هرگز اونجا و اون آدم ها رو ببینم. زندیاد استاد دشتی، علی دشتی، زندیاد انجوی شیرازی، در کنار احرار و البته فرد دیگری هم بود که بعضی ها دوستش ندارن، بعضی ها بهش حمله میکنن، دکتر مظفر بقایی. از روز اول تلویزیون ایران فردا، این در واقع روزی که محمد رضا شاهید پا گذاشت در تلویزیون، احرار، زندیاد دکتر آموزگار، زنده ماند تا ابد دکتر ملایری و میم سحر عزیزم با هم هر هفته روز خوشی رو برای من و بینندگانمون تدارک میدیدن. استادم بدرود با چشم و قلبی گریان خداحافظی میکنم. کاش بودی و آزادی وطن رو میدیدی، چقدر دلت برای ایران تنگ شده بود، چقدر دلت میخواست دوباره بیای تو همون ساختمون قدیمی اطلاع. عاشقانه دوست داشتم، از راه دور دست هات و پیشانیت رو میبوسم. خدا حافظ استادم. علیرضا نوری‌زاده همیشه شاگرد بود. سلام. این رسم ما هستش که وقتی عزیزی از کنارمون میره از او با صفتهای بسیار دلانگیزی یاد میکنیم که انسانی بود برجسته و با انصاف و پاک دل و شریف و یک سری صفت های دیگه ای که معمولا خب رسم هستش. زیاد سخت نمیگیریم و خیلی سخاوتمندانه با اون عزیز رفته آخرین برخورد هامون رو داریم، اما آقای احمد احرار از این قاعده مستثنا هستن به دلیل اینکه اون صفاتی رو که معمول هست و گفته میشه ایشون داشتند و بهترین شاهد من این که در زمان حیات ایشان هم ما دربارشون با همین صفات صحبت می کردیم. پاکیز دل مردی، پاکیز دست، پاکیز جان، پاکیز قلم، بزرگوار و قلم زنی، نویسنده، اندیشمندی که هو و جنجال و شلوغی قلمش رو این سوی و اون سو نمی برد، استوار بر عقاید انسانی خودش ایستاده بود و کنج انزوا و عزلت و گوشه نشینی خودش رو عوض نمی کرد با بسیاری
امکاناتی که میتونست در اختیارش باشه و از اونها استفاده کنه، ساده زیستی خودش رو هرگز با هیچ چیز عوض نکرد. برای من آقای احرار یک چهره دیگری هستش که فرق میکنه یه مقدار، برای اینکه یک روز طلایی در زندگی من روزی بود که آقای احرار در دهه چهل، نیمه های دهه چهل به من تلفن کردن که من در مجله تهران مصور می نوشتم که شما بیایید به روزنامه اطلاعات. من اصلا باورم نمی شد که احمد احرار به من تلفن کنه. از همون ملاقات ما بود که راه من باز شد به روزنامه اطلاعات، که اولین بار اولین ستون طنز روزانه در مطبوعات ایران رو به حال من آغاز کردم. خیلی کنجکاو بودیم راجع به زندگی ایشون و من به خاطر عشقی که به ایشون داشتم، شاید بیشتر از همه، اما خیلی درونگرا بود. از زندگی خصوصی خودش هرگز چیزی به ما نمی گفت. اما من از خانم مرضیه در پاریس پرسیدم آقا خانم جان، آقا احرار زندگی خصوصیشون رو تو میدونی؟ ایشون گفتش که بله، از جمله با منشی سفارت شوروی در تهران رابطه عاشقانه می داشته است. آقای احرار، من روزی که بعد آقای احرار رو دیدم گفتم خب آقای احرار، شنیدم که شما با کمونیست‌ها رابطتون بد نبوده است. هم گفتش که آره، خانم مرضیه بهت گفت که اون خانم نردمان میذاشت دیوار پشت سفارت میامد پایین. خب اینم هم به من گفتند ضمن نثر که بنویسی شعر هم بگو، مردم شعر رو سینه به سینه دارند، میچرخونند و نقل میکنند. گفتم چشم. بی تو نه امور این جهان لنگ شده، بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ. تسلیت به همه. با سپاس مجدد از آقا رضا مومنی تقاضا میکنیم. شلابی کنم یک اثر از افغانستان اینجا پشتران میخواستن سلام دارم خدمت همه دوستان و با عرض تسلیت به خانواده آقای احرار، دوستان و همکاران. من پس از این صحبت‌ها واقعیت اینه که نمی‌دونم چطوری می‌کرد احمد احرار باز هم سخن گفت وقتی که بزرگان ما این گونه گفتن. اما بیشک زنده‌یاد احمد احرار یکی از چهره‌های نمادین تاریخ روزنامه‌نگاری ماست. من باور دارم که مرد نمیتواند برگ‌های زرین زنده‌ماند احمد احرار را از ما بگیرد. چهره نمادین در بستر تاریخ متولد می‌شود با پایبندی به حرفه و آموزه‌های آن برای انسان نگار. زنده یاد احمد احرار در چندین دهه پرتلاطم تاریخ مطبوعات ما قلم زد، اما چهره نمادین با پرسابقه بودن متفاوت است. احمد احرار کیستی و چیستی روزنامه‌نگاری را با هم داشت. می‌دانست روزنامه‌نگاری چیست
و روزنامه نگار کیست. روزنامه نگاری در همه جای جهان گماردگی دشواری است و در ایران همیشه دشوار بوده است و هست. قدرت از هر نوع آن، چه سیاسی، چه سنتی و چه مذهبی، تحمل سخن گفتن از منافع جمعی را ندارد و روزنامه‌نگار بنابر کارش که دفاع از منافع جمعی است، به ناچار در افتادن با قدرت است. زنده‌یاد احمد احرار همیشه روزنامه‌نگار بود، من چون کیستی و چیستی آن را در تطبیق با وضعیت جامعه می‌دانست. با همه روابط و امکاناتش به سوی بالا نرفت و نه مدعی انحصار نمایندگی پایین بود. آگاهی و انتخاب دانستن را برای دانستن انتخاب برگزیدند. نسل ما با سیاه و سفید کردن سوژه و ابژه ژورنالیسم آغاز کرد، با نادیده انگاشتن کیستی و کیستی روزنامه نگار در شرایط مشخص جامعه ما. به گفته زنده‌یاد احمد احرار، تجربه نسل پیشین و نسل‌های نخستین روزنامه نگاری را به خطا باز آزمودیم. یکی نیز به دلیل نبودن همین انتقال تجربه میان نسل‌ها بود. در این فرصت کوتاه می‌توانم به دو نکته که خود نشانی از همان چیستی و کیستی است که به ذهن سپرده هم اشاره کنم. احمد احرار همواره پیگیر وضعیت روزنامه نگاران در داخل کشور بود. میدانست کاری دشوار میکنند و اگر کاری از دستشان برمی آمد برای آنها انجام میداد. و این پیگیری را تنها برای رفع تکلیف انجام نمیدادند. در زمانی که زنده‌یاد، سیامک پورزند، زندانی و زیر فشار و شکنجه بودند، به شکل همیشگی احوالجوی وضعیت آقای پوزن بود. با همان متانت و بزرگواری تشویق و یا راه یافتی را متواضعانه پیشنهاد می کردند. دوم، توجه ایشان به مباحث جدی روزنامه نگاری به ویژه در داخل کشور. به یاد دارم زمانی که آقای محمد حیدری در مجله گزارش خود بحث نادرست بودن اعتصاب مطبوعات در سال 57 را با شجاعت و درایت ترکر، احمد احرار از نادر روزنامه نگارانی بود که از این طرح بحث دفاع میکرد. البته باید از زنده‌یادان دیگر روزنامه نگار نامی ما، هوشنگ وزیری در اعزام ارزبان نیز نام ببرم. تنها میتوانم بگویم متاسفم که طرح مستند شفاهی تاریخ روزنامه‌نگاری را که احمد احرار به آن باور داشت و پیش از ایشان هوشنگ وزیری و تشویق و انجامش می‌کردند نتوانست انجام دهد. با سپاس از آقای رضا مهینی، جا دارد که بگم ایشان با 20 سال سابقه در گزارش کردن دیپلم از ایران و افغانستان، به نوعی که آقای احرار همیشه گفت روزنامه نگار روزنامه نگارهای ایران، روزنامه نگارانی که صدایشان شنیده نمیشد و یا حتی به زمان خاموش شد. با سپاس از شما جناب دوست افغان ما، اگر میخوان دو دقیقه ممکن کنم بفرمایید. درود به آنها من کوچکتر از آن هستم که در جمع بزرگای ما و به یاد بزرگمرد قلم چیزی بگویم. من یک از جمله خوشبختهایی هستم که در دهه 90 با ایشان آشنا شدم، در زمانی که جوانه که بیش نبودم دست دوست ایشان شدم. و چیزی که اینجا من میتونم بگویم که آقای احرار ایرانی نبود، شاید آیدی که در جبش بود یا به حساب افغانه تسکری که داشت ایرانی بود. آقای احرار دوستداران زیاده در قلمرو زبان فارسی ایران و تاجکستان است، دوستداران زیاده دارد. فقط همین هم میگویم که یادشان همیشه در قلبای ما
در خاطرهای ما جاودانه است. بدرود استاد بزرگ. با سپاس از شما، از خانواده آقای احرار، خواهر ایشون برای آقای احرار تقاضا می‌کنم تشریف بیارم. سلام دوستان، دوست دارم آقای احرار، خوش آمدی برای وداع با برادرم، پدرم، مادرم، دوستم، خوش آمدی. اومدن شما غم ما رو کم میکنه. تشکر میکنم ازتون. اینجا خوشحالم که تا آخرین لحظه باهاش بودم و فکر نمیکنم ای کاش این کارو کرده بودم. این کار خوشحالم، امیدوارم از من راضی باشه. تشکر میکنم از خانم یاسم و موسا سانتر، خیلی همکاری کردم. افسال جان عزیزم، سهیلا و ندای عزیزم، دکتر محبی و من سیاسی نیستم، نمیخوام اینجا راجع به سیاست بگم. فقط چون برادرم آدم معدلی بود، هر کس که پیامی میذاشت جوابشو میدم، میخوام فقط یک کلام بگم. متشکرم از شاهزاده رضا پهلوی که تسلیت کردم. هیچ من سیاسی نیستم و عقیده سیاسی ندارم، فقط به عنوان ادب تشکر میکنم. از شوهرم بیژن تشکر میکنم، خیلی با من همراه، با وجود کسالتش به من گفت برو پیش برادرت، چرا نمیری، چرا احرار سر نمیکنی. پس همه تو متشکرم، خوش آمدی، همه ما رو کم کردیم دوستان عزیز. از آقای محبوب احرار تقاضا میکنیم که تشریف بیارند. از ملک ادب دار داران رفت، از دار سخن و گزاران همه رفت. این گرد شتابنده که در دامن صحرات، گوید چه نشستی که سواران همه رفت. خانوم ها، آقای ها، دوستان، یاران، مقدم شما را در آخرین وداع با احمد احرار گرامی حضور شما گذشته از تسلیت برای ما، آرام کردن دلهای ما، ستایش از فضیلت، درستی، انسانیت و این صفاتی که احمد احرار داشت همیشه که بزرگان. من بعد از سخنانی که بزرگان ادب، بزرگان اصحاب مطبوعات بیان کردن، الان حیرون موندم که چه بگویم. یه لحظه به خاطرم رسید جمله نهروش جناب طاهری که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری رحل العقدة من زبانی. ولی خب به من تکلیف کردن که به هر صورت یک مطالبی رو خدمت شما عرض بدارم. اون چند روزه ای که از درگذشت برادر من میگذره، بسیاری از بزرگان عالی مقام سیاسی، اندیشمندان، شعرا، دانشمندان، هنرمندان با بنهای مختلف از طریق وسایل ارتباط جمعی بسیار بسیار ما رو شرمنده الطاف خودشون کردن و من واقعا الان فکر میکنم که اگر بخوام یه چیزی به این به خصوص در این مجلس که دیگه سنگ تمام گذاشتن همه، اگر بخوام مطلبی به اینا اضافه بکنم، ران ملخ به بارگاه سلیمان بردن است.
ولی از آنجایی که خوشتران باشد که سر دلبران گفته را گفته آید از زبان دیگران، یک قطع شعری دارم عرض کنم که را یه تاریخچه داره اون قطع شعر. قطع شعر یا فیلوامه اگر درست شد بخونم نمیرم خیلی اخوانی است، از زندیات احمد میرفردوس. همونجور که همه شما اطلاع دارید شادران احمد میرفردوسی از واقعا از بزرگترین دیپلمات های ایرانی که سالها در شوروی سابق سفارت سفیر کبیر ایران در اونجا بودن و ایشان زبان روسی رو بهتر از زبان فارسی میخوندن مینوشتن و این درازهای سال که در اونجا بودن به بسیاری از سیاستهای جهانی روسا و به خصوص مطامع اونها نسبت به ایران آرزوی دراز طولانی رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس، ایشون اطلاعات خیلی زیادی داشتن. در سال به نظر 1367 یک گفتگوی داشتن با برادر من و یک قسمتی از اون اسرار رو فاش کردن که به صورت کتابی به نام در همسایگی خرس به چاپ رسید و مورد استقبال قرار گرفت. و بعد از اون که اون کتاب منتشر شد، من توی همین دو روز که اینجا بودم توی کاغذهای برادرم بود که انبوه کتاب و کاغذ اونهای که باید ناخونه برادرم هم میده کنم جای را رفتن هم نیست. بعد یه قطع شعری از ایشون پیدا کردم که اون می مناسبت با حال ما نیست، خیلی جالبه، اون رو تقدیم حضورتون میکنم. به صورت نامه نوشته بودن که من پیان همین کاغذ را میتونی پیدا کردم در تاریخ بله نوروز 1168. بالا عنوانش اینه چند بیتی چند بیتی به خاطر احرام. بعد میگه که یه نکاتی تو اینه که هم مربوط به صفات احمده هم مربوط به تاریخ اون چیز که میستاسن اسامی مستعارش خیرندی شد عرض کنم که حکیم حق نظر و اینا خیلی جالبه چجوری اینو به این صورت در بارم. میگه احمدی و ستوده کرداری، اوستادی و خوشنوشتاری، منبع فیض و مخزن هنری، خادم خلق و نیک کردار. قصه نونه و قلم به تو راست، مد سوگند حضرت باری. هیچ کس می نیاردد در یاد جز به نیکی و نیک پنداری. فخر ایران و فخر ایران زمین و اهل قلم، فرد کیهان و مرد احراری. گفتگوی دو احمد دانا، زبرر باشه یعنی احمد میرفردوسی و احمد احرار. پرده ها پس زند ز اسرار، روزن روز را گشودستی در چنین ظلمت شب تاری. در زوایای ذهن پربارد مطمئن معدن گوهرباری. هر سؤالی را که پیش آید تو جوابش در آستین داری. خیر اندیشی تو را دانم، مرده عشق زنده می‌داری. گفت خرسندی آن رفیق شفیع که تو اش استاد غمخواری. خاطر هیچ کس نیازردی، دوستی را عجیب معماری. هم حکیمی خدا نظر کرده، هم حبیبی به نیک گفتاری. دست ملا و نکته ها خواندی، همچنان دست رند بازاری.
شب عید است، یادتان باشد، یاد مخلص کنید از یاری. نه عجب گر جواب را ندهی، وقت کم آوری ز پرکاری. نگاهت بوده جا ارضا کرده. بعد این تقدیم شما شد و یه مختصر یه مطلبی هم از نظر روشن شدن ازمان دوستان عرض کنم که در اون سفری که برادر من به پاریس اومدن، قصد اقامت در پاریس، برادر من قصد اقامت هیچ جایی رو جز ایران نداشت. در تمام این سالهایی که در ایران بودن، من با میز مدت‌ها زندگی می‌کردم، ایشون زندانی اون آپارتمانش کتاباش بود. نه سفر می‌رفت، نه گردش می‌رفت. و اون واقعیت میگم، حتی دو سه سفری هم که به خارج از ایران رفت، سفر کاری بود. یه سفر با مرحوم عبیدا رفتم پسکو، یه سفر کنم کیا رفتم خاورتور، و به نظر به افتتاح هواپیمایی ملی بود. نه همچنین بقیه اوقات محصور اون خونه آپارتمان کوچیک بود. و حتی اصحاب مطبوعات میدونم برادر بنده اصلا به روزنامه اطلاعات نمیرفت. ایشون صبح آقای مسعودی تلفن کردن، با هم مشورت میکردن راجع به سرمقاله اون روز اطلاعات، و ایشون مقاله رو مینوشتن، زور راننده اطلاعات میومد میگرفته بود. و یه وقت یه هفته هم ایشون رفت نزد خارج نمیشد. اینجا هم که اومدن هم اینجور بود، همینجور که جای 20 متری اصلا فقط میومدن بیروی غذای بگیرن. بنابراین زمانی که ایشون اومدن به پاریس، من به دعوت زندیار عرض کنم که دکتر آفتین آقای دکتر آفتین ساسانفر ایشون دعوت کردن که چند یکی رو هفته بیان برای استراحت به پاریس. و ایشون وقتی آمدن اینجا از همین روزنامه اطلاعات اصلا این مرخصی گرفتن، یعنی از مرخصی های عرب. وقتی که آمدن اینجا قضایه در ایران اتفاق افتاد که دیدن که جای برگشت نیست. از جمله در روزنامه کیهان تهران نوشتن که احمد احرار برای کودتای نوژه محرمانه اومده ایران و برگشت. خب قتلش دیگه محرز بود. مانید بعد ایشون وقتی که قرار شد که موندگار بشن، به بنده عرض کردم که منزل آپارتمانی که در تهران داشتن بفروشیم، یه زمینی هم داشتن که بعدا خواستم بسازن، حالا برای خسرو یا برای همکنی اینا، گفتن اینا رو به فروش برسونید، فروشون رو بفرستید اینجا که یه مقال از اون قصر زیبای خیابونه اوه دوساک رفتن یه سوراخی خریدن که مثل زندان سکندر میمون، و برای اینکه دوست داشتن یه جای خودشون مستقل با همه لطفی که جناب ساسافر بهشون داشتن اونجا، دیگه این دوستانی که میومدن خیلی محمود دکتر بهایی عرض کنم که سعیدی سیرجانی اینا همه سر راهشون میومدن و همون سوراخی خب پایشون بودن اینا. و هر صورت این بود زندگی، اگه هرچی که بود گفتن. من فقط میگن که وقتم زیاد شده به عنوان بدرقه دار برادرم برای حسن ختام یک بیت از مرثیه‌ای که عرض کنم که از مرثیه‌ای که به مخصوص بهزاد برای رسای صادق هدایت گفته، یه بیتی داره میگه که تو جوی روان بودی و پیوسته به دریا، ما سنگ و کلوخی متعه جود بمانی. شاد و سرزارم. من فراموش کردم آقای شاهید عزیز که برادر عزیز ما چقدر زحمت کشیدن، از ایشون هم تشکر میکنم.
بله، با سپاس از آقای شاهد گرامی و خانم ساسانفر برای همه زحماتی که برای برگزاری این بزرگ باشه. از خانم ساسانفر تقاضا میکنم تشریف بیارید. با درود و سپاس از همه حضور حاضرین، من فارسی که الان صحبت میکنم بیشتر مدیون آقای احرار هستم. در فرانسه 8 روز به دنیا اومدم، در فرانسه بزرگ شدم، فرانسه زبونم، بچه ها انگلیسی زبونن، با هم فارسی صحبت میکنیم و این یکی از موارث این فرهنگ بزرگ اجدادیمون هستیم که امیدواریم در خارج ما بچه هامون بتونن ادامه بدن و به خانواده هاتون همطور که من زحمت کشیدم 3 سال بیشتر هم هر هفته آقای احرار 3 ساعت حوصله میکردن، دهن دردی های منو تحمل میکردن و فارسی رو من یاد گرفتم. این یکی دیگه از چیزهای مهمی است که با هم نگه میداریم و پاس میداریم، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی. میخواستم خیلی تشکر کنم، تسلیت بسیار به همه خانواده. من این خوشحالی و این اونر رو داشتم که بتونم در کنارشون بودم. امیدوارم که شما هم با این خاطره با هم و با این شادی که از این راهی که با هم پیمودیم در حقیقت به عنوان یک شادی برامون میمونه و میخواستم با این لبخند و با این شادی دعوتتون کنم هر یک اگر دوست داشتین یه گل برداریم و یه سرمونی اومج برای آقای احرار اگه دوست داشتین بیاین دور ایشون بگردیم و بعد بالای دفتر خاطره هست که میتونیم امضا بکنیم برای و بعدش از اینجا ما میریم رستوران تهران و 15 هم اونجا یه چای در خدمت خانواده میخوریم. فردا خاکسپاریشونه در آرامگاه مونپانه است که هست درست همون ورودی اصلی، ساعت 2 اونجا قرار داریم ولی شاید بیشتر نیستش. بعدش هم میتونیم بازوره هم باشیم. به همه تون یه روز خوبی و آرامش بسیار آرزو دارم. خوش میشاد و در کرمانمون هستن. خدا نگهدار. با یاد همیشه بزرگان وقتی از این سوال میکردیم که چی میشه به این دوران رسیدی، توسعه کوتاهی داشت، میگفت سیاست چیزی جز درک فرصت، کسب فرصت و استفاده از فرصت نیست و نبود. اما این فرصت را جامعه روشنفکری ایران از دست داد. دوستان با توجه به اینکه واقعا این وقت تمام شده تقاضا میکنیم که هرچی سریعتر تشریف بیارید و دفتر هم از اون دفتر میکنیم. با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون.
سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران با شما همرازم اکنون با شما دم سازم اکنون de votre présence au nom des membres de la famille. Voilà, c'est important d'entourer un être cher, un ami. Lorsque l'on vient dans un cimetière accompagner un être cher lors d'obsèques, on vient dire au revoir, mais aussi on vient prendre un temps pour se souvenir. Tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui viennent dans ce lieu pour se recueillir, pour prier et surtout pour se rappeler des bons moments partagés auprès d'un être cher. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons la vie, les souvenirs. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons la vie, les souvenirs.
Là, vous avez tous dans vos cœurs des moments de souvenirs partagés auprès de lui. Des moments que l'on a peut-être envie de garder dans son cœur, ou alors des moments qu'on veut partager. من الان داشتم با آقای پاشا میگفتم قشنگترین خاطره هایی که من بچگی دارم خونه داییم بودم. ما همیشه آخر هفته خونه داییم بودیم و انقدر که به همه ما لطف داشت من هیچ وقت داییم و خشمگین با ما ندیدم. همیشه حتی وقتی که بعد کار میکرد مامان و خاله همیشه با ما دعوا میکردن ساکت باشیم. هممون اسم داشتیم. به خواهر من گفت شقاقی، خواهر کوچیکم. به پسر خاله‌ام میگفت شبون بیمخ، برای اینکه دور اتاق میدوید هرچی دستش میومد مینداخت زمین میشکست. وقتی که شنیدم که دایی از دنیا رفته مثل اینکه پشتم خالی شد. با اینکه من تنها رابطه‌ام با داییم همین دو هفته یه بار تلفنی حرف بزنیم. هر وقت که مامان میومد آلمان بیان به دیدنش رابطه آنچنانی نداشتیم. ولیکن همیشه همین تلفنایی که با هم میکردیم به من امید میداد که یکی اینجا هست. اگه من به کمک احتیاج دارم کمکم. همین من یه پدر از دست دادم توی اروپا. خونه آخرتش براش شادی بیاره. با درود به شما. در حال من یک همکار آمریکایی رو هستم. یعنی خیلی سخته با این تعداد روزنامه نگارایی که باقی موندن از دوران طلایی شاه فقید که یکشون احمد احمد بود. واقعا یکی از روزنامه نگاران برجسته و استثنایی بود. من مدتی توی کیهان لندن باهاشون کار کردم زمانی که خودشون نویسنده بودن و بعد هم سردبیر کیهان لندن شدن. در اون زمان ها واقعا می دیدم که یک آدمی انسانی مثل احمد احرار چقدر کمیابه. اولا قلمش طنز بود، یعنی چیزهایی که مینوشت طوری بود که هم به آدمایی که میخواست بگه بر میخورد، هم با اون جامعه طنز که مینوشت واقعا یه مقدار از ضعف قضیه رو میگرفت. مثلا یکی از اسمای مستعارش خیراندیش. من همیشه میگفتم این خیراندیش که شما اسم مستعارتونه چطور پس خیر کسی رو نمیخواد؟ میخندید البته. به هر حال من به نوبه خودم یکی از کتاب‌های ایشون رو که در واقع کارل بروکسوکافی یک شورش هست اون رو دارم در واقع کتاب گویا میکنم. امیدوارم دوستر بذارم روی سایت. متاسفم که به اونجا نرسید که با خود آقای احرار من در میان بگذارم، ولی این کتاب کارل بروکسوکافیه یک شورش در واقع از شورش احمد افغان نوشته که میدونید که بلایی سر ایران آورد. ولی اگر بخونید درست مثل این که جمهوری اسلامیه الان. یعنی واقعا یکی از ویژگی های این کتاب همین تمام مسائلی که اون موقع افتاد و افغان ها اومدن یه جوری ایران رو ویران کردن، الان میدونید که این همون رو احمد احرار تو این کتابش آورده. و به هر حال من فکر می‌کنم یکی از کتاب‌های بسیار با ارزش هم جنبه تاریخی داره، هم یه نثر بسیار زیبایی داره که دیگه کمیابه بین روزنامه‌نگارای بعدی. به هر حال من یادش رو همیشه گرامی می‌دارم و خیلی متاسفم
که این روزهایی که ما به وجود چنین روزنامه نگارانی احتیاج داریم، احمد احرار ما رو ترک کرد. من کار دیگه نمیتونم بگم، روان شاد و به هر حال یادش همیشه شیر. درود به شما دوستان گرامی. من مسعود میرشایی هستم و در پاریس زندگی میکنم. از بیش از 30 سال هست که شایدم بیشتر با آقای احرار در ارتباط هستم. ما با هم البته به لطف ایشون و راهنمایی ایشون انجمنی را به نام انجمن رودکی در پاریس با همکاری آقای ساسانفر، با همکاری خانم ناطق و دوستان دیگر که از افغانستان و تاجیکستان بودن پایه‌ریزی کردیم و این انجمن هنوز هم کاراش انجام میده و آخرین کارش هم همین بزرگداشت شاهنامه که با بنیاد ساسانفر در تاجیکستان برگزار شد همین ماه اکتبر گذشته بود. آقای احرار گفته بود به من که یک انجمنی رو ما برپا کنیم که خارج از مرزهای سیاسی قفقاز، آسیای میانه و ایران رو با هم در ارتباط داشته باشه و زمینه رو به گونه‌ای فراهم کنیم که بتونیم بین فریختگان این کشورها مرابطه‌هایی باشه و بتونیم کارهایی رو به شکوفا نمیم. از آقای احرار من بخشی دیگری که همراه من بوده است این بوده است که هر زمانی چون در کارهای فرهنگی هستم از همون 1990 که همین انجمن رودکی و در کارهای انجمن فرهنگی ایران و اینها به کار میکردیم، آقای احرار همیشه مشاور و راهنمای من بود. در هر شرایطی اگر من قرار بود با کسی صحبت کنم یا کسی رو دعوت کنم نظر آقای احرار رو میپرسیدم، البته در کنارش نظر آقای آموزگارم میپرسیدم که ببینم که راه خطا ندارم، چون همه شما میدونید که ما در اوایل که اینجا آمده بودیم پسی بلندی هایی بود و شخصیت هایی وجود داشتن که ما به همه اینا نمیتونستیم اطمینان کنیم و در نتیجه آقای احرار و آقای آموزگار یکی از کسانی بودن که همیشه مشاوره برای کارهای من چه در انجمن رودکی که خیلی قدیمی هست و چه در انجمن فرهنگ ایران که جدیدتر بود که از سال 2000 آغاز کرده بودیم با خانم دولتشاهی و اونا رو حتما می‌شناسید. بالاخره آقای احرار یکی از راهنماهای این پروژه ها بودن. کار دیگه که باز آقای احرار از من می‌خواستن، همونطور که من آقای آموزگارم همین کارو می‌کردم، می‌گفتن چیزهایی که درباره فرهنگ ایرانی در آسیای میانه، ایران، قفقاز و کارهای جدیدی اگر هست من به صورت مقاله تنظیم کنم. اون چی که آقای احرار میخواست ایشون در مجله در همین کیهان لندن بود و همین مقالات در اونجا میبرد و آقای آموزگار که البته روی هر دوتاشون شد در مجله رهاورد و مجله های دیگه که خودشون سلام میفرستن. در صد خیلی خیلی متشکر بگیر من فرصت دادید در اینجا از آقای احرار قدردانی کنم به پاس زحمات 30 ساله که همیشه من تلفنی با ایشون در ارتباط بودم و متاسفانه در این چند سال اخیر چون ایشون تلفن همراه نداشت یا من اگر داشت دست من نبود، در نتیجه کمتر ارتباط ها بود و خب بالاخره اونجا رسید که امروز اینجا هستیم و امیدوارم که روزی این خاکستر به جای خودش در ایران در مقام بالایی پیدا کنه. خیلی خیلی متشکر، سپاس گزارم. ببخشید برخلاف ظاهر دارم یکی از دشوارترین کارها رو میکنم برای اینکه سعی میکنم با احساس حرف نزنم و این سختترین کار. ما این دو بار از همین خیابان رد میشدیم برای اینکه از منزل ایشون بریم به استودیو و یکی از این دفعات که اصولا ایشون آدم سکر جلوی این دیوار که رد شدیم بیشتر دوستان من این طرف دیواره و من که همیشه سعی میکردم در ضعف تعادل دانش و دانسته به طنز برم بودم چه اشکاری داره؟ خب ما وقتی اومدیم پدر مادرام اونجا بودن و حالا هم اگه بریم خب اونا زودتر هستن، دوستامون هستن و به من گفت ولی خب اون بر خبری نیست و الان که اومدیم خب همه قبرها اونجا بود، من اولین باری که میام اینجا
و میبینم ایشون جایی خواهد رفت پشت همینجور. وقتی آقای شاهید میاد اینجا اجازه به خودم میدم که یه چیزی بگم. اولا که برای من این آقای احرار، جناب احرار، به عنوان یکی از نکتوانترین، با شرفترین و ایران دوستترین کلمه مؤدبترین را هم به کار ببرید. برای من تا ببخشید همیشه کلاهشون رو برمی داشتن، همیشه خیلی مهربون بودن. من قدیم آقای احرار رو خیلی کم شناختم تا زمانی که اینجا هر دفعه که برای پناهنده ها چیزی سوالی داشتم ازشون میکردم، با کمال لطف، محبت چیزی که میباید جواب میدادن. و بعدها به خاطر لطف آقای شاهید، لطف پریجون که یه روزی تو خیابون من گفت هر دفعه دلتون میخواد به سر بزنید به برادر من و افسانه عزیزم، من نزدیکتر با آقای احرار شدم. و این روزهای زیبای آخر زندگیشون و حیاتشون رو در این دنیا شانس داشتم که باشون باشم. اینجا جایز هستش که بگم که جناب شاهید اینجا الان آقای احرار میدونه، خوشحاله که من از دوست عزیزش که هیچگاه ترکش نکرد، نه اینکه کسای دیگه دوستش نداشتن، همیشه با وفا بودن، همیشه ازش پرسیدن، همیشه باهاش بودن، اینجا آقای احرار داره صحبت میکنه که از شما تشکر کنه. آقای شاهید، ما همه شما به شما بدهکاریم، ولی به احساس شما آقای احرار کمی بدهکار بود که این رو من ادا کردم. آقای احرار یکی از بزرگترین و بهترین مردایی بود که من توی فرانسه شناختم، و یعنی که از نظر پیشکسوتی به من آموختن خنده رو، به من آموختن احترام رو، به من آموختن در نگاه زیباشون، در نگاه ملیسیوشون، تنزی رو که با ادب همیشه همگام بود، و روزهای خیلی زیبایی رو در کنارشون در اواخر عمرشون داشتم، عمر زمینیشون. و این رو به افسانه و سهیلا و به خانم سافانفر و همه اینا بدهکارم، و ازشون تشکر میکنم که به من اجازه دادن آخرین لحظه های زندگیمو زیباتر با آقای احرار بگذرونم. از همه تون تشکر میکنم. فقط میتونم بگم که معلم بزرگی رو خوشبختانه در پاریس باز هم به همت دوست عزیزمون و دوست مهربانمون آقای شاهید پیدا کردم و تونستم از اون خیلی مسائل بیاموزم که قطعاً اگر نمیبود آقای احرار مطلقاً نمیتونستم اون چه که مربوط به تاریخ ایران و به گذشته و به ازای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری این سال‌ها هست رو در جریانش قرار بگیرم تا حدی که خودم به اصطلاح توانم شده باشه. من سخنی دیگه ندارم جز اینکه یه شعری رو میخواستم دیروز بکنم که فرصت نشد. دوستان میگن حالا این شعر رو در اینجا بخواه فکر میکنم مناسبت هم هست. پایان سخنم رو که دیروز ادا کردم میخواستم با اون گفته شعر تموم بکنم درباره مرگ. عاقبت مرگ میبرد همه را، گرگ تقدیر میدرد همه را، چون زمان رحم بر نمیتابد، کس تیغش امان نمیدارد. بعد از این رفته نوبت بعدی است، سخن راست گفته سعدی است، نیک و بد چون همین بباید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی برد. پیش خنک آن کس که در مسیر زمان، خنک آن کس که در مسیر زمان، پیش دونان نگشت بنده نان. جسم آزرده در جهنم سوخت، لیک وجدان به سکه‌ای نفروخت. کم عالم چو ابر بارانی، کم عالم چو ابر بارانی، شد همه عمر بر وی ارزانی، لیک هرگز نباخت
دل به دروغ یاوه در باورش نیافت فرود به زمین شورزا به زمین چوکران وهم نکاشت دست در سفره فریب نداشت نه به دین داد روح یخزدش نه خدا شد کلاه شعبدش نه کسان را سوی سراب کشید نه بر اوهام نقش خواب کشید خنک آن کس که ظلم پیشه نکرد بوتش در فساد ریشه نکرد خاصه ظلمی که جامعه دین داشت با خدا بود و بر خدا کین داشت تا ندیدیم مرگ بعدی را تا ندیدیم مرگ بعدی را باز بودیم حرف سعدی را نیک و بد چون همی بباید مرد اونو کان کس که روی نیکی بود سپاس کنیم یک دنیا ممنون که از من خواستین صحبت کنم من واقعا خودم خیلی کوچیک میدونم نسبت به کسانی که اینجا هستن با آقای احران این همه سال کار کردن آشنا بودن من با آقای احران در کیهان آشنا شدم از کیهان لندن استادم بودن و بدون آقای احران کیهان واقعا اون از لحاظ زمانی که بعد از این آقای وزیری فوت کردن و آقای احرار سردبیر شدن سنگینی و اون محتوای پر و روح کیهان لندن که در اون زمان آقای احرار سردبیر بودن یک چیز فوق‌العاده ای و تأسف که در این سالها ما جایشون در کیهان لندن خالی بود ولی با این همه کاری که کردن اثراتی داشتن نوشته هاشون چیزهایی هست اون بود که ریشه هایی درست کرد که ما بر اساس اون ریشه ها تونستیم کیهان لندن رو ادامه بدیم و تا وقتی که کیهان لندن هست آقای احرار همیشه در صفحات کیهان در مطالب کیهان در نوشته های کیهان زنده و باقی و ببخشید و از طرف همه همکارای کیهان لندن خانم الهی بغراد که الان سردبیر هستن از همکارای جدیدمون جوانمون که روی اون راهی که آقای احرار شروع کردن و ادامه دارن میدن روشنک استرکی حامد محمدی محمد رضا حمیدی که هنوز از بچه های زمان کیهان ایران بود و با ما همکاریشون رو ادامه میدن خانم گیلدا وزیر دفتری اینها من به نمایندگی اونها اینجا هستم و امیدوارم که همیشه روحشون زاد شاد باشه یادشون همیشه در دل قلب ما زنده است من سعادت این داشتم که با آقای احرار از بعد این وقتی رو داشتم که با احمد احرار پیش از این ۶۰ سال آشنایی و ارتباط داشته باشم درباره امتیازات شخصیت و منش آقای احمد صحبت یاد بشه که فرقی بسیار خیرخواه بله اما بگم خیرخواه در اون حد در بین مردم میشه پیدا کرد کسی بود حساس و دلسوز مشابه ایشون میتوان پیدا کرد در بسیاری از قسمت‌ها که ایشون صاحب امتیازات استثنایی بود مشابهش رو بین مردم در جاهای دیگه میشه پیدا کرد و بعد در آینده هم پیدا میتونم بکنم اما در مورد نویسندگی ایشون منحصر به فرد اگر کسی میخواد فارسی نویسی رو بیاموزه از حس سبک از لحاظ محتوا و بخواد فقط یک نفر رو اجازه داشته باشه انتخاب کنه در بین تمام آثار منصور ایران احمد احرار خواهد
قربان همگی شما. آقای پاشا در ظرف مدت شاید متجاوز از یک سال اندی که در اینجا بستری و ملازم بستر بودن، سه بار از نیویورک به عیادت ایشون به مجرد اینکه با خبر شدن که ایشون در گذشتن، علی‌رغم که همسرشون مریض هستن در نیویورک و خودشون هم مشکلات جسمی دارن و ایشون آمدن دارید، عرض کنم که اینقدر آقای پاشا شیفته آقای احیاره که ما با هم چلنج داریم. برای اینکه من هنگام که این آگهی هایی که برای آقای احیاره به درمان برای ایشون فرستادم، و در یکی از اونا بود که یکی از بزرگترین روزنامه نگاران و مثلا مبرزترین روزنامه نگاران ایران از روزن نفت با حدت و شدت به من پرخاش کردن یکی چیه؟ یک بقیه چی هن؟ یکی فقط ایشونه. من گفتم آقا شما خیلی دیگه. او نه همینه که من میگم با عصبانیه. هر صورت من خواستم که معرفی کنم که همین آقا چون بعضی آشنایی ندارن من خواستم معرفی کنم که ایشون یک کمچین رفیقش، البته ایشون سابقا کارهای سابقه مطبوعاتی رادیو تلویزیونی سابقه ممتاز که از هر دو برادر من داشتن، ما اونا هم در حال دوران مثل بنده در گذراندن دوران بازنشستگی در امریکا هست. همین توضیح فقط در مورد ایشون که شناخته بشه. دیگر کتایی داشتم، سوالی داشتم در رابطه با چه بر سر ما، چرا آقای احرار یه مثالی به من برای من زد از فرصت طلبی صحبت کرد، گفت که اونم به فوتبال علاقه داری، در فوتبال فرصت طلب ها بهترین بازیکنان هستن شرطی که در جای مناسبی ایستاده باشن و از این لغت نه هراسی، اما وقتی جای مناسب ایستاده باشی، توپ مناسبی به دستت رسیده باشه، میتونی گل بزنی. روشنفکران ما در اون دوران فرصت مناسب رو از دست دادن و فرصت رو جمله خودشو بگم به احمق ها و فرصت طلب های نابخرد داره. سخت بود برای من یه روز بخوام اونجا حضور داشته باشم، ولی دیدن خود آقای اختار این جرأت رو به من داد که منم اونجا بجرد بشم. سپاس بگذارم. درود به همگی. می‌خواستم از طرف اولا تسلیت می‌گوره به تمام خانواده، به تمام دوستان، به تمام همکاران. من این افتخار رو داشتم که از 40 سال پیش در کنار آقای احرار خیلی چیزها یاد گرفتم و ایشون هم خیلی حوصله کردن و فارسی رو باشون کار کردم. خیلی 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 خوششانس میدونم و در حقیقت خانواده آقای احرار هستیم و خانواده همدیگه هستیم و هممون این راه رو طی میکنیم و این راه در حقیقت راه زندگیه و در این حال سپاسگزاری میکنم از تمام اشخاصی که در کنار هم بودیم و تونستیم این راه رو با آقای احرار بپیمونیم. آقای شهید، افسانه جان، خانم موسوی، آقای بهار، ندا که اینجا نیست ولی یادش رو میکنیم، پزشکشون آقای محبی،
البته پری خانم که هر ماه میومدن، آقای سیفه، خواهر و آقای محمود که از دور با هم، همین که این آقا اول گفت فکر کنم اصلی کاری تو زندگی مون این رابطه های و این مهریست که میتونیم انسان به انسان داشته باشیم و این زنجیره رو نگه داریم. من خوشحالم که خوشحالم تو شکر میکنم متاسفانه الان، ولی با خیلیاتون الان آشنا بودم و همین این آقای احوار رو تیکه تیکه بیشتر کرده برام و با هر یک از شما که صحبت کنم این ارتباط ادامه دارد و امیدوارم که همینطور باشه. ما الان با هم دیگه آقای احوار رو به مکان آخرشون همراهی میکنیم و فقط با لبخند و شادی میتونیم این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه هممون این وقت رو داشتیم که این چنگامو با هم باشیم. هیچ کدوم متعلق به هیچ کدوم نیستیم و فقط میتونیم شکرگزاری کنیم که چند گام با همدیگه هستیم و چه چیزایی از همدیگه یاد گرفتیم و توی ذهن و سینه و قلب خودمون نگه میداریم. این فارسی هم که الان شما شنیدین، من مدیون آقای احوار هستم، مدیون پدر مادرم هستم، مدیون خودم هم هستم برای که خیلی زحمت داره و بچه ها مدیون همه ما هستن برای که اونا هم انگلیسی زبونن، من فرانسه زبون، ولی با هم فارسی صحبت میکنیم و پدر همه هم درمیم. ولی کار دشواریه، ولی میخوام بگم که مسئولیت خبررسانی با اینا یک جا، مسئولیت پاس داشتن و پاس دادن فرهنگتون به جوانتراتون، بچه هاتون، نوه هاتون. من در انتظار این مسئولیت شما اینجا هستم، برای اینکه آقای احرار بودن، شما هم هستین، حالا باید ادامه بدین با من، با دیگران، با بچه هامون. و این یکی از کارهایی بود که اینجا آقای احرار با من انجام داد، منم با بچه هام، پدر مادرم با من. هر جای دنیا باشیم، هر کاری بکنیم، هر حکومتی باشه، بچه هامون و خودمون دیگه پراکنده هستیم. اما یک زبان هست که همه اون به هم ربط میده و اون فارسیه. اگه شما این زحمت رو بکشیم و همه با هم فارسی صحبت بکنیم، بچه های ایرانی، آلمانی، امریکای، اینا میتونن با هم صحبت کنن. من در خدمت شما هستم برای تو آخر هستیم. پیام شاهزاده رضا پهلویه که برای آقای خاندان احرار و آقای احرار فرستادن. جامعه روزنامه نگاری ایران یکی از چهره های شاخص و تاثیرگذار تاریخ خود را از دست داد. احمد احرار از پیشگامان روزنامه نگاری و گزارش نویسی مدرن ایران بود که در بیش از 6 دهه کارنامه پربارش، چه در ایران و روزنامه اطلاعات و چه در دوران مهاجرت اجباری در کیهان لندن، همواره تلاش کرد که بازگو کننده حقیقت باشد و صدای مردم ایران را بدون سانسور بازتاب دهد. من این فرصت را داشتم تا در دوره ای از مشاورها و نظرات وی بهره‌مند شوم. او قلمی شیوا و روان داشت. گفتگوی مفصلم با شادروان احرار در اواخر دهه 70 خورشیدی در قالب کتاب گذشته و آینده چاپ شده است. من فقدان این روزنامه نگار خبره و ایران دوست را به خانواده، دوستانش و نیز به جامعه روزنامه نگاری ایران تسلیت میگویم. یادش گرامی، رضا پهلوی. خواستم بگم آقای احرار، روزتون شاد، جاتون سبز، با شما هستیم، شما هم با ما هستیم. ببینید من نمیتونم گریه کنم، من لحظه هایی که با ایشون داشتیم هممون یاده بوده که به قول شما بهترین لحظه های کودکیتون بود. امیدوارم که خوب باشید، تندرست باشیم، شاد باشیم و با هم دیگه پس میریم در مکان آخر که زیرش هم هندسه بمیشون مکنید.
تفکرتون رو برگرد. خاک ایرانه برای کسی که نتونست به ایران ایران بهش اومد و این پرچم ایران آزاد ماست که به زیدی از چنگ این در صفتان آزاد میشیم و آقای احرارم با ما همراه خواهد این روحشون کلا همو براشون برمیدارن. Thank you.